ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. از همه میهن پرستان خواهش میکنم که لطف و محبت بفرمایید، زنگ بزنید و سنگر رو نگه دارید. خیلی هم از همتون ممنون به خاطر تمام زحماتی که میکشید و خانه خودتون رو دارید نگه میدارید. از تک تک شما عزیزان در سراسر اروپا، در ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ترکیه و به هر حال از نقاط مختلفی که لطف و محبت میفرمایید، از همتون بی نهایت از طرف خودم و بچه ایران به خاطر نگهداری سنگر ایران آریایی سپاسگزارم. یه مطلبی تا یادم نرفته، یه هفته است من اینو هی میخوام بگم، آخر یادداشت کردم دیگه، پیری و هزار درد دیگه. خواستم از آقای مهندس و سرکار بانو که متاسفانه
هر کاری من کردم این عزیزان نذاشتن من اسامیشون رو بگم، هر حال سپاسگزاری کنم که در هنگامی که عزیزان در قاهره تشریف داشتن لطف کردم به اسم منم گل گذاشتن بر آرامگاه خدایگان آریامهر بزرگ از مهندس عزیز و سرکار بانو بی‌نهایت سپاسگزارم، لطف و محبت فرمودید. هر سال این کارو جناب نوذر چند باری لطف و محبت کردن، روانشون شاد، نوذر عزیز، استاد عزیز، که با رفتنشون به هر حال هر سال یک عزیزی لطف کرد و منم همیشه گفتم نه فقط از طرف من، از طرف همه میهن پرستانه، از طرف همه عاشقان ایران آریاییه و من به نماینده همه اون بچه ها این سبد گل رو تقدیم به روان پاک اعلی حضرت همایون، محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه، آریامهر بزرگ، خدایگان، بزرگ ارتشداران که به راستی جاشون فیزیکی خیلی خالی و در این شرایط که واقعا خیلی ما دلمون تنگی برای اعلی حضرت، ما میان پرستان، ولی خب جانشینشون هستند و با دیدن فرزند برومندشون اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم و همسرشون مادر ایران زمین اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی ملکه مشرق زمین، این تا حدودی این دلتنگی ما از بین میره تا اینکه اعلی حضرت رو که به طور موقت، همینطور که اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی هم اشاره فرمودند که در مصر به صورت امانت ما اعلی حضرت رو اونجا فعلا در خاک مصر به امانت سپردیم تا اینکه در فرصت مناسب که با همت ملت ایران به زودی خواهد بود پیکر پاک خدایگان رو به ایران باز خواهیم گردان و بازم سپاسگزارم از شما. عرضم به حضورتون بچه ها از داخل کشور به ویژه مطالبی رو فرستادید که چشم من همه رو یادداشت میکنم، به هر اون درشتاش رو سوا میکنم و با شما عزیزان عرض کنم در میون خواهیم گذاشت. یه توضیح هم همین اول بدم، من خواهش میکنم از همه شما همیانان عزیز درگیری های خودتون رو در هر جا که هستی در دنیاهای مجازی بین خودتون حل و فصل بکنید، یا اگرم نمیکنید نکنید، به خودتون ربط داره، منو تو این بازی ها نکشید، من نه وقتشو دارم نه دیگه من حوصله این بازی ها دارم. بچه بازی هایی که توی دنیاهای مجازی هست ما این کار رو 20 سال پیش میکردیم و الان نزدیک به 5-6 ساله ما بوسیدیم گذاشتیم کنار، حالا یه سری جدید اومدن و این چی گفته اون چی گفته این مزدور اون خائنه، و این کسی مزدور نرید پیشش، کسی خائنه کاری به کارش نشته باشین، کسی فحاشه ولش کنید، کارتونو بکنید، چی کار کار هم دیگه دارید؟ مگه همه شما قراره با هم دوست بشین؟ شما مگر تو شهر دیارتون، مثلا من تو تهران داشتم تو خیابون قدم میزدم، مگه من با همه اهالی شهر تهران مگه من سلام علیک داشتم؟ یه سری دوستانی بودن بچه محلمون بودن از بچه که با هم بزرگ شده بودیم، تازه اونم نه با همشون، با چند تاشون در یه محله که مثلا 30 تا 35 تا 40 تا جوان بود، 5 نفر مثلا با هم بودیم، یه عده‌ای بودم اون 4 5 نفر با هم بودن، یه 4 5 با هم اخلاقمون با هم نمیخورد، با اینکه تو یه محل بودیم با هم بزرگ شده بودیم اخلاقمون با هم نمیخورد، حتی امجدیه میرفتیم اسم آریامهر میرفتیم، اونا با خودشون میرفتن ما با کیپ خودمون میرفتیم، ولی تو محلم بودیم با هم سلام علیک هم داشتیم، اون تو با هم قاطی نبودیم، با هم تو خونه هم دیگه نمیرفتیم، تو تولدای هم دیگه نمیرفتیم و کاری هم به کار هم دیگه نداشتیم، اون تو این مرتب یه چاق سلامتی با هم تو محلمون میکردیم. این الان هم اینجا هم همینطوره، این دنیای مجازی هم مثل یه محل میمونه، یه عده طبیعیه اخلاقشون به یه عده نمیخوره، حالا یارو مثلا نشسته جلو دوربین تلویزیون داره آب گوش میخوره، خب آخه این کار زشتیه، خب چرا داره دوست داره آب گوش بخوره، دوست داره تخمه بشکنه، دوست داره اصلا لخ بشینه، شما دوست نداری نرو، خیلی راه آقا بی ادبه، خب بی ادب، شما با ادب باشین کارو نکن، این مسائل رو بذارید کنار و به ایران بیاندیشید. الان کشور ما
در نمیدونم به چه زبانی بگم در بد وضعی ایران گیر کرده. همیهنان عزیز خواهش میکنم ازتون، تمنا میکنم، استدعا میکنم، نمیدونم به چه زبانی بگم، خواهش میکنم ازتون به ایران بیاندیشید. ایران در وضعیتی قرار گرفته که اصلا نمیدونم از کجاش بگم. یعنی شما ها که خودتون تو اون مملکت دارید زندگی میکنید، خب دارید میبینید که کشور به اصلا نمیشه دیگه تعریف کرد، هیچی نیست، هیچ چیزی سر جاش نیست. از این افتضاح‌تر واقعا هیچ کس نمیتونست آخر عاقبت ایران رو در این لحظه در تابستان سال 2581 بالواقع کسی نمیتونست ایران رو اینطوری تعریفش بکنه، اینطوری تصورش بکنه، اینطوری انشاشو بنویسه. یکی بیاد بگه که ایران در سال 2022 میلادی اینطوری میشه، چی واقعا میخواست قبول کنه؟ هیچ کس. یعنی بدبینترین مفسرین سیاسی، بدبینترین بدبینان به فرقه تبهکاران واقعا نمیتونستن که تصور بکنن یه مملکتی بابا تا 40 سال پیش یه جای دوری نمیریم. حتی در زمانی که من خودم تو ایران بودم در زمان جنگ، واقعا نمیشه هیچ چیزی شد از کجاش بگیم. خوشسالی، فقر، بیکاری، اعتیاد، بی برنامه‌ای، اصلا همه چی از بین رفته، همه چی داغون شده، همه چی داغون شده، هیچ چی سر جاش نیست. مگه میشه یک کشوری رو به این شکل نابودش کرد؟ و اینا کردن، و اینا کردن. و شما ملت با کمال تأسف شوربختانه نمیدونم واقعا نمیدونم چی بگم، نمیدونم چرا نشستید، نمیدونم واقعا. من زبانم قاصره، وجدانم نمیدونم چی بگم که یه ملتی همینطوری نشسته داره نگاه میکنه. به چی دارید نگاه میکنید؟ به چه بهانه‌ای میخواهید که بیایید تو خیابون؟ من بعضی موقع در چیز تلویزیون چیز اخبار خارجی رو که نشون میده، مهمی حالا چه کشوریه، حالا کشوری ایکس، یه ذره فشار به مردم. همین چند وقت پیشا بود بنگلادش بود اگه اشتباه نکنم، سریلانکا بود یا بنگلادش، اصلا مردم ریختن تو کاخ نخست وزیر رو زد در عرض جلایت زدن چکوبک یارو رو یکی کردن. بعد شما چرا نشستی؟ منتظر چی هستی؟ قراره چی بشه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره با شما چه کار بکنن که شما دست به یک اعتراض عمومی بزنی؟ من در طول این 35 سالی که تو این جهنم آلمان هستم شاهد خیلی تغییر و تحولات بودم، از کل بلوک شرق بگیری تا حتی کشورهای غربی. تظاهرات من یادم میاد یه سری اعتصابات عمومی در اسپانیا شد، در فرانسه شد، اصلا کار به بزن با پلیس کشید، پاریس رو به آتش کشیدن. اتفاقا 5-6 تا توریست آلمانی اونجا شربت شهادت نوشید، داشتن بستنی و نمیدونم کافه قهوه کوف میکردن اینا. بعد یا مثلا در ایتالیا، در یونان، در یونان چند تا حکومت عوض شد، چند تا دولت در اصل دولت عوض شد، یا در ترکیه و بلغارستان، عرض کنم یوگوسلاوی دیگه، چک، و در اتریش، در همین آلمان چه تغییر و تحولاتی رو من اینجا دارم، در انگلستان چه تغییر و تحولاتی شد، در روسیه مردم دیگه تموم کردن کارو با اتحاد شوروی. و بعد در آسیا، در کره جنوبی من
بارها تلویزیون نشون داد، مردم اومدن و با چوب و چماق حمله کردن به پلیس. میشه بعد شما میگه آقا اینا میزنن، خب بله، اینا یک حکومت ضد ایرانی، اینا ایرانی نیستن، یه حکومتی که از اون طرف صحراها پا شدن اومدن. بابا اون بیمار روانی خودش گفت ایران غنیمت برای ما، این جزء غنایم جنگیه، جزء البته نمیگفت غنایم جنگی، میگفت ایران جزء غنایم اسلامه. بابا یارو به چه زبونی بگه مردی که. بنابراین من نمیدونم واقعا حقیقتش بگم. بعد یه چیزایی هم شما برای من مینویسید که حالا نمیدونم، شاید من تو این 35 سال تو خارج از کشور عوض شدم، بیشک خب محیط اثر میذاره، ولی من بنمایم اون سرشتم هنوز تو ایرانه. یعنی من جز این ایرانیایی نیستم تو خارج از کشور بعد 6 ماه بگم مثلا قابلمه به آلمانی میشه دنبایی، و هنوز من فارسی میخونم، هنوز من سعدی رو میخونم، حافظ میخونم، هر از چنگاهی وقت میکنم یا در کتاب این شعری رو باز میکنم، کتاب تاریخ باز میکنم، هنوز میخونم بعضی لغت هایی، نمیدونم این چیه، کمک میگیرم از اینترنت. به هر حال دور نیستم، فکر نمی کنم من از محیط ایران دور باشم و کاملا توی جریان ایران هستم. به خاطر همین هرچی دو تا چهار تا میکنم، هرچی بالا پایین میکنم، فکر میکنم، میبینم ملت ایران ملت بیشعور، بیعرضه، ابله، احمق، نفهم، چرتوی، بیغیرت، دیگه هرچین چیز میزای بده، این ملت تو این تعریف نمی گنجه واقعا. حالا من نمیگم ما خیلی قهرمان خوشبختی هستیم، ولی ما بدبخت خوشبختی هم نیستیم. خیلی اتفاقات تو افتاده در طول تاریخ، ما ایرانی ها خیلی کارا کردیم در طول تاریخ، خیلی کارا کردیم در طول تاریخ، ولیکن چرا این 43 سال به این شکل ساکت نشستیم؟ هیچی نمیگیم، هیچ کاری نمی کنیم. نمیدونم، واقعا نمیدونم که چه تلنگری باید به ملت بخوره، چی باید بشه، چه اتفاقی باید بیفته که اون حرکت نهایی باید انجام بگیره. دروغ چرا تا قبر، من دیگه به قول آلمانی ها میگن اشپراخ لوس، لال شدم دیگه، کم آوردم. که شما هر چی رو داری نگاه میکنی، هر یک مشکل، هر یک معضلی، هر یک مشکلی که در داخل مملکت هست، هر یک دونش یک کشور رو به هم میریزه، هر یک دونش یک کشور رو به هم میریزه. مثلا بیکاری، مثلا اعتیاد، مثلا فقر، مثلا بی آبی، مثلا بی برقی، مثلا مسائل بهداشت، کمبود دارو، چه میدونم همین مشکلاتی که الان، اعتیاد، همین مشکلاتی که الان در داخل مملکت هست، من هر کدومشو میبینم، هر یک دونش میتونه واقعا یه تولید دردسر بزرگی بکنه برای دستگاه حاکمیت اون مملکت. به طور مثال میگم الان در آلمان بارها اتفاق افتاده، یک مرتبه یک موج بیکاری آلمان رو گرفته، به هر دلیلی اقتصاد جهان بالا پایین شده، یا 200 کارخونه ورشکست شده، بسته شده، بعد کارخونه های خیلی معروف مثل اتومبیل سازی هاشون، مثل اوپل، بنز، BMW، هر کدومشون 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا 2000 تا آدم ریختم بیرون. شرکت مثلا اداره مثلا پست، نمیدونم برق، فلان، حالا هر جا هر اداره مثلا یه 500 تا 1000 تا 1500 تا کارمند و کارگرشو اخراج، حالا اخراج کردن، نه که اونا بند تو خیابون چادر بزنن گوشنگی بمیرن، پول بیکاری بهشون میدن،
و مثلا یارو ماهی 3000 یورو حقوقش بوده، مثلا ماهی 2000 تا بهش میدن. یعنی نه یا نمیره مثلا کلیه بفروشه، ولی دو ماه سه ماه چون تازه اونم آلمانی ها که یه ملتی هستن نه توسری خوری، ملتی هستن آرومم به خاطر جنگ جهانی و فلان، نسبت فرانسوی و فرانسوی میان صد آشغال رو میریزن، پلیس رو میزنن، حمله میکنن وحشیانه. آلمانی ها اینطور نیستن، خیلی مؤدبانه میان تو خیابون و مسالمت آمیز اعتراض میکنن، ولی میان سوت میذارن تو دهنشون، لباس مثلا جلیقه زرد میپوشن و پرچم میگیرن، سندیکاهاشون میان. من قبول دارم خب پلیس اینجا وحشی نیست مثل پاسدارا و بسیجی ها حمله بکنن، لباس شخصی بیاد با شمشیر بکنه تو دلتون بدن، با ماشین بده از روتون رد شه، اینا درست، ولی مقصود من حرف اصلی من اون ریشه کلام من اینه که اعتراض میکنم به اینکه آقا تو دولتی، تو وظیفه داری برای من اشتغال به وجود بیاری، من باید کار کنم، زن دارم، بچه دارم، زندگی دارم، اصلا زن و بچه نیست، من میخوام کار کنم، تو وظیفته، مگه همه باید توی ممکن دکتر بشم، مهندس بشم، حال کارگر شده، تو وظیفته برای من دولت بد میشیره. من بارها شاهدم مجلس آلمان 3 روز 4 روز 5 روز، من حتی یادمه بله تا یه هفتم بوده، یعنی از این دوشنبه تا اون دوشنبه نمایندگان مجلس در آلمان در مجلس خوابیدن، یعنی اونجا جا دارن، تخت خواب هست، میرن تا ساعت 12:30 1:00 بعد از شب صحبت میکنن، رادیو هم اعلام میکنه که مثلا تا نیمی از چیز شب، تا پاسی از شب نماینده ها نشسته بودن داشتن گفتگو میکردن و بعد دیگه آقا دیگه داریم خسته این دیگه 15 ساعت نشسته بودیم حرف میزنیم، بعد میرفتن همونجا یه چیزی هم میخوردن و وسایل هم با خودشون برده بودن، مثلا ریشتراشش و خمیردندونش و هولش و اینا، میخوابیدن 7 صبح مجددا دینگ 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 یا رو زنگره میزد، از زنگ ها از دنگوله ها بیزه میکنم به بوز و بوز خاله میزنن و همه شیک کراوات زده، اتکلون زده، خانم ها خیلی شیک، موها درست شده، میادن پشت میزاشون میشستن و شروع میشد، نماینده فلان میومد، وزیر کار رو به استیزا میکشیدن، چرا اون توضیح میداد، حالا هر دولتی بر سر کار هست توضیح میداد که مثلا به خاطر چه بدونم حالا شرایط اینطوری بوده، حالا هر دلیلی توضیح میداد، نماینده ها قانع نمیشدن، گفتن نه تو وزیر کار بودی، چرا مثلا نمیدونستی قرار یه موج بیکاری به خاطر یه شوک اقتصادی که امریکا بهش وارد شده و شما چرا فکر نکردی که این شوک امکان داره یه زمین لرزه اقتصادی به ما بزنه و چه و چه و چه و چه، و دوباره همین آش و همین کاسه یه هفته، چون مردم تو خیابونن، من به تو رای دادم تو رفتی تو مجلس، من به تو رای دادم تو شدی بوندسکانسلر صدر اعظم آلمان، من به تو رای دادم، به قول این آلمانی‌ها یه شعار همیشه میدن، میگن ما ملتیم، یعنی الان به زبون خودمون مملکت صاحبش اصلیش منم، اگه من نباشم دولتی در کار نیست، نخست وزیری در کار نیست، شاهی در کار نیست، رئیس جمهوری در کار نیست، ما ملتیم و اعتراض میکنن. طبیعیه که در فرقه تبهکاران شما بیاین تو خیابون اعتراض کنین، حالا من ننشستم لبه گفت خدا وکیلی بگم لنگش کنم، آدم باید عادلانه با مسائل برخورد کنه و قضاوت عادلانه داشته باشه. من قبول دارم که شما تو خیابون بیاید، پاسدارا از این ور میان، بسیجی از اون ور میان، نیروی بیشرف انتظامی از این ور میاد، کم و کس میارن از این موتور سوارا میفرسن، با قمه میان، با شمشیر میان، اصلا از تو خود جمعیت یا با چاقو میزنه بهت. من همه اینا رو قبول دارم که خب طبیعیه یه حکومت وحشی ترین، جنایتکارترین، پسفطرت‌ترین، بیشرف‌ترین، بی‌رحم‌ترین، بی‌پدر و مادرترین، بی‌ناموس‌ترین حکومت جهان حکومت جمهوری اسلامیه. در این شکی نیست. کی میتونه منکرش بشه؟ ولیکن من اگر به علم این موضوع فقط به این نیت بشینم بگم که اینا وحشی‌ترین، اینا فلون فلون شده ترین هستن، خب من کاری دستم بر نمیاد. خب هر روز دارم بها میدم، خودم، زنم، بچم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، فکم، فامیلم، اولش خودم، اول خودم، با من آدم، من حق حیات دارم، من یه جوان 20 ساله که با هزار یه بدبختی رفتم درس خوندم، یه دیپلم گرفتم، خب من رو تکلیفم چیه؟
پول که ندارم برم دانشگاه، اونا وضعیت دانشگاه ها. پدرم که سرمایه نداره من برم مثلا یه بقالی چقالی چیزی واکنم. خب من چیکار کنم؟ بعد تو خیابونا چیکار کنم من؟ جوونا فکر بکنید، یه نسل رفت، یه نسل اومد. شما بچه‌هایی که اهل فوتبال هستین تو همین 43 سال ببینید چند نسل فوتبال اومده رفته، بعد اون فوتبالیست اومده رفته، همونطوری میفهمید چقدر عمرتون عوض شد، چقدر عمر خرج شده. من روزی که از ایران اومدم بیرون، اون فوتبالیستایی که مال نسل من بودن، اونا الان همشون او پیشکسوت شدن، خیلیشون اصلا نیستن، مثلا به رحمت ایزدی رفتن. که در اون موقع که من ایران بودم یا هنوز آخرای فوتبالشون بود یا دیگه در سمت مربیگری بودن، ولی نیستن. همایون خان بهزادی، جعفر کاشانی، منصور پوریدری، ناصر اعجازی دیگه، آشتیانی، کاشانی، غلامحسن مظلومی، سفر ایران پای، و حتی یه سری بعد از اونا مثل احدی، مثل مجید سبزی، کاظم سیدعلی خانی بودن رحمتشون کنه، خلعت‌وری و و و نیستن دیگه اینا. خب بعد اون یه نسل دیگه اومد، یه نسل دیگه اومد. الان خودتون با همین نسلی که بزرگ شدیم ببینید، اونایی که اون هم نسلای شما بودن الان اکثرشون دیگه مربی و پیشکسوت شده، مثلا همین علی دایی و دیگران. خب شما رو این میتونید ببینید که چقدر چیز شدید، چقدر عمر دادید. روزی که من از ایران اومدم بیرون، همون موقع یه بچه به دنیا اومده بود، الان اون بچه شده یه خانم 35 ساله، یه آقای 35 ساله، یعنی خودش الان صاحب بچه شده اگه صاحب نبه نشده باشه. اوکی؟ و یه فکری به حال خودتون بکنید، یه تکلیفی روشن بکنید. اگر نشستید به امید خارج از کشور، من اینو همیشه گفتم، بازم اینقدر میگم تا این بشه ملکه ذهنتون، اگر به امید خارج از کشور نشستید ول معطلید. واقعا بهتون میگم ول معطلید. هیچ کس به دردتون نمیخوره، هیچ کس کمکتون نمیکنه، هیچ کس کمکتون نمیکنه، یعنی نمیتوانن کمک کنن. بعضیاشون که مثل مای بدبخت گیر افتاده بیچاره شده که متاسفانه تک و تنها افتادیم، یعنی بخش میهن پرستان، اصلا فراموش کنید ما رو، ما هیچ رقم نمیتونیم به شما کمک کنیم. شما خودتون که هم کسانی که حالا چه 6 ماه چه 1 سال چه 2 سال این مدتی که دارید منو تعقیب میکنید، خودتون شاهدید. من میام اینجا میشینم دارم با عیز و التماس پول جمع میکنم برای تلویزیون. من واسه شیکم خودم نمیرم به کسی رو بزنم برای 1 دلار اگه گشنگی بمیرم. چرا این کار میکنم؟ که اینجا بمونه، نه که اینجا بمونه من بیام، اینجا بمونه که بتونیم یه خاکی به سر اون بریزیم. ولی من بیام اینجا چیکار کنم؟ حالا من الان اومدم 5 سال اومدم، چی شد؟ ملاحظه فرمودی؟ این که به خارج از کشور اصلا فراموش کنین. یه عده میخوان کمک کنن مثل من، مثل ما تیم میهن پرستان هم هستن، خیلی هم زیادن، ما کم نیستیم، زیادیم، ولی بی پناهیم، بی کسیم، دستمون به هیچی بند نیست، هیچکی کمکمون نمیکنه. تازه تو سرمون هم میزنن، ترورمون شخصیتمون هم میکنن، ترور فیزیکی هم میکنن، تمام درارم به رو میبندن. یه عده‌ای هم که الکی به خودشون میگن اپوزیسیون، دیدین دیگه اون زنی که دیوونه رو نشون دادم غیر میریخت تو خیابونو، اینا همینا، همینا که دیگه در طول این سالها شنیدید دیگه، یه مش بی شرف بی پدر و مادر. بعد قیافه علی گلابی هم به خودشون میگیرن، سر دستشون تو لجنجلس این لگن فروش دزد ناموس فروش و بقیه اراذل رو باش، دروغ میگن بهتون، مصاحبه اعلیحضرت رو میان پخش میکنن، مظلوم نمایی میکنن، من دیگه پیر شدم، من دیگه نمیدونم فلان شدم، دیگه نمیتونم، من دیگه باید بکشم کنار، دروغ میگن همش، مظلوم نمایی، چیزی که 1400 سال کردن تو مخ ما سید شهدا، حضرت ابوالفضل، دو طفلان مسلم شامل شدیم، ملت روزپذیر. اوکی؟ و اونا نوکرن، اونا اصلا قرار نیست شما رو نجات بدن. اینا رو آوردن لگن فروش دوز و سایر اراذل و باش، مثل اون منقلی، مثل اون ساربون توی لندن، و بقیهشون مثل این یارو شرماور، احمد باطله، معصوم قومی، همین تن لشا، محسن یادگارا، حسن صدقی خور، اون آهی، اون یکی رامیر کی بود، پرگار بود، کی بود یارو شپشوه تو فرانسه، هر چنگای میان میرن. بعد یکیشون هست
چاقه با لگن فروش دوز بود، بعد حالا خودش رفته تلویزیون زده اینا، یا مثل خوبچه میمونه قیافش، رضا نمیدونم چی چی، بعد هی مثل سم قارچ سمی هم هی از این ور اون ورم تلویزیون اینترنتی میزنن، رادیو براتون میزنن، مثل این 77 هست تو لجنجلز که یه مردی که بی پدر و مادر توده یه دو جنسه سیاسیه به نام گهزاده نمیدونم چی چی زاده، یک بی شرف بی پدر و مادر یه هرون لغمه. خب اینا هم هستن اوکی، که این صداهاش برای من میاد، خبراش برای من میاد، یارو جانماز میندازه تو اون یارو طویله که اسمشو گشتن رادیو، بله، بعد اون مرد که افتاده مرده مثلا برایش سینه زنی میکنن که حالا میگیم و فلان اینا. خب پس شما فراموش کنید خارج از کشور رو، فقط میمونه خود تو ایران، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. من قبول دارم باید تیم درست بشه، باید برنامه سازی بشه، پول باید خرج بشه، همه اینا رو من قبول دارم، ولی در یک بزنگاهایی که مفت و مسلم، مثل که یه مرتبه بر حسب تصادف تیم مقابل یه اشتباه کرده تو گفتا زیر پای تو، توی و 18 قدم و دروازه با، تو فکر میکردی این توپ الان بیفته زیر پات؟ نه، حالا که افتاد زیر پات استفاده کن، ضربه رو بزن، تو گلو بزن، تیم توپو لو داده، در یک فرصت هایی که دستتون میفته استفاده کنی، بازنشسته میاد تو خیابون برو باشه بغلسش، حالا تو حتما تو باید بازنشسته باشی؟ به خلی سمد آقا گوگاه حتما ما باید بگم یه چی دارم؟ گاخه تو چی داری که دختر تو رو بر سینما؟ حالا ما حتما باید بگم چی دارم؟ حتما چی دارم دیگه؟ تو این فرصت حالا تو حتما باید بازنشسته باشی؟ حالا بازنشسته نباش برو باشه بغلسش، چشمتونم بردارید آقا، امکان داره دانشگاه ارتش کوتاه کنه، پارسال یادتون میاد یه موجی افتاده بود تو دهنتون تو مغزتون، ارتش کوتاه کنه، کدوم ارتش، کدوم کودتا، چرا پرت و پلا میگین، چرا چرت و پرت میگین، ارتش مال خودشونه، سپاه مال خودشونه، اون لباس ارتشی که کردن تنش اون میخواد تو رو گول بزنه، اونی که بدبخت گروهبان استوار درجدار افسرهای جود اونا، حالا هیچ اونه مثل آدم من و تو، فرمانده باید یه غلطی بکنه با فرمانده هاشون همه خائن ها. آقا یکی از فرمانده هاشون گفته بیا اینا امضا بکن، چینی ها امضا، تو باید امضا بکنی، گفته امضا نمیکنن، دارن شکنجهش میدن، خون داره میاره بالا، چرا نشستین دارین روزه میخون؟ خب یه ملتی که قبول بکنه افسانه رو، به قول شاعر که گفت اگر تاریخ ما افسانه گرده است من این افسانه ها را دوست دارم، خب ما از خودمون با دست خودمون داریم افسانه میسازیم. بعضی موقع من میبینم یه چیزایی راجع به شاهنشاه مینویسن، میگن مینویسن بچه‌ها، میگم آقا جان تو که نمیدونم چیز خلبان چیز بود، فضانورد بود، نمیدونم کاراته باز بود، بروس علی بود، این چیزا چی آخه؟ یه نفری یهو همچین گندش میکنی خداش میکنی اون بالا میبرینش، بعد همون شماها بعد اون وندوی با کلمه میگوبینش زمین. تعادل رو حفظ بکنی. من این حرفایی که دارم میزنم جوونا با شما دارم میگم ها، بله از 40 به بالا خب دیگه شربت شهادت بعد نوشید دیگه کسی که بالا 40 دیگه میگه آخ کمرم شروع کرد، آخ زانوم شروع کرد، آخ مثلا قوزک پام مثلا رفت تو انگشت پام، مثلا ورم قلبه گرفت. ولی شما که هنوز جوونین، هنوز این قوه بنیه رو دارید، به جای کشیدن سیگار و حشیش و رفیقم شیشه میزنه، اون یکی اینا علاف بازی علافتون کردن، آخون پدر سوخته است، آخون میره بالای منبر میشینه دو ساعت راجبه میگه روزه رقیه بخونم، یعنی راجبه رقیه دو ساعت بشین حرف بزنی، بعد 1400 ساله داره راجبه رقیه حرف میزنه، بابا راجبه صوفیا لورن اینقدر حرف نزدن که راجب رقیه میگن، راجب الیزابت تایلور اینقدر حرف نزدن که راجب زینب میگن، راجب آنتونی کوین اینقدر حرف نزدن با تمام اهم و طلبش، کشیش شد، حمزه شد، نمیدونم مسلمون شد، یهودی شد، مهندس شد، وسترنی شد، هر چی تو به این مرد فیلم دادیم بازی کرد، راجب آنتونی کوین اینقدر حرف نمیزنن که دارن راجب مولای متفقین میگن، با هم فیلم بازی کردن دیگه، محمد رسول الله رفیق بودن با هم. بریم فایل اول با هم نگاه کنیم، کارمون رو ادامه بدیم. جناب مهندس شماره یک، فرمایشات اعلی حضرت خدایگان، یه فکری به حال خودتون بکنید جوونا. As recently as 15-16 years ago
It was very, very unusual for women to do any kind of work except for teachers and nurses, of course. But considering that, the history of, let's say, the liberation of women in Iran has only been maybe 10. ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا از زیر سایه درخت‌ها لم بده. امروز شهربانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام دادن. شهربانو ایران هم امروز همین کار میکنه و فکر میکنم موضوعی است که احتیاج به توضیح من نباشه، همه اطلاع دارن. در این مدت نماینده، حالا نه فقط زن ایرانی و نماینده ایران جدید در لباس زن، اونم در لباس شهبانوی، چه کارهایی را انجام داده است و خواهد. شهبانوی ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا از زیر سایه درخت ها لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن. شهبانو ایران هم امروز همین کار میکنه و فکر میکنم موضوعی است که احتیاج به توضیح من نباشه، همه اطلاع دارن. در این مدت نماینده، حالا نه فقط زن ایرانی و نماینده ایران جدید در لباس زن، اونم در لباس شهبانوی، چه کارهایی را انجام داده است و خواهد. شهبانوی as recently as 15, 16 years ago, it was very, very unusual for women to do any kind of work except for teachers and nurses, of course. But considering that, the history of, let's say, the liberation of women in Iran has only been maybe 10 or 15 years old. And in that short space of time, it has come as far as any Western woman's, any European or any American woman's has. Because after all, American women have been free for the last 50 or 60 years to pursue any career they wanted, to become lawyers or doctors if they wanted to. Of course, now in Iran we have lots of women doctors, architects, lawyers, anything that men do, women are doing now. We have ministers who are women. And all this has happened in such a short time that it's amazing when you think of it that how much more can be done in the next 15 or 20 years if سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. کشور ما در دوران خدایگان داشت میرفت به سمتی که زنان در کنار مردان کوشش کنن، فعالیت بکنن، هر کاری که آقایون میکنن. حالا درسته بعضی از کارا رو خانما، مثلا به طور مثال میگم کار ساختمون سازی میگه خب کار خانما نبود، یه بانو میتونه بشه مهندس، ولی دیگه مثلا کارهای بدنی و کارهای ساختمان سازی و کارگری رو نمیتونستن. ولی در نهایت در اکثر رشته ها، در اکثر جاها زنان ایران فعالیت میکردن و خواب پای مردان پیش اومدن و اساساً شروع سازندگی ایران
شعور نظامی داشت، شعور اقتصادی داشت، من که با کودتا و زورچکون خوش رسونمون بالا و یه آبی هم رفته زیر پوستش، اشا یاد گرفته یه کاخی و فلان و کچروا به گوش و سیگار برگ بذاره گوش لبش و کلا بذاره رو سرش، مثلا فقط در این حد اومد خوش رو به نمایش گذاشت. بنابراین شما اون سره رو جمجمه رو وامی کردی، چیزی اون تو نبود جز به. بنابراین ایران اگر درست بشه منطقه درست میشه، منطقه درست بشه یعنی استعمار دستش قطع شده. استعمار هم دستش قطع بشه، خب انگلیس ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، هولندی ها، بلژیکی ها، دانمارکی ها، سوئدی ها، نروژی ها، فنلاندی ها، اسپانیایی ها، اتریشی ها، سوئیس، همین کشورها، بلژیکی ها، اینا چی بخورن؟ این کشورهای اروپا، ایتالیا، یونان، پرتغال، اینا چه خاکی به سرشون بریزن؟ چقدر بنز تولید کنه، چقدر شراب بفروشه، چقدر بخواد جگوار بفروشه، چقدر بخواد فراری بفروشه، چون این چیز دیگه ندارن. چی میخواد بفروشه؟ مثلا آلمان میخواد من چی بفروشه؟ کشمش بفروشه؟ آلمان یا باید به من یخچال بده، یا باید به من تلویزیون بده، یا باید به من ماشین بده. خب بعد ایرانی که در زمان شاهنشاه آریامهر خودش میاد تولید کننده لوازم خانگی میشه، خودش میاد اتومبیل تولید میکنه، خودش میاد در حد با از پیکان شروع میکنه، میرسه به آریا شاهین، میرسه به لند روور، میرسه به کادیلاک ایرانی، شولت ایرانی، بعد یهو چش به هم میزنه میبینی ملت ایران، هر ایرانی سوار یه ماشین ایرانی شده خیلی شیک، که اصلا بنزو نگاه کن ببین چقدر مثلا ازگل ماشینش. اوکی، خب غرب چیکار کنه؟ ببینید بچه ها، جنگ بر سر شرق و غرب، جنگ بر سر تمدن هاست. اون گفتگوی تمدن ها که اولیاء شعبان و فرح پهلوی بحثشو به اصطلاح آغاز کردن، راهگشای این بحث بودن که آها این تمدن ها با هم گفتگو کنن. غرب باید قبول کنه که با شرق گفتگو کنه. غرب میگه من با تو گفتگویی ندارم، من اینقدر تسلیحات نظامی دارم که با زور به تو میگم کی باید اونجا شاه بشه، کی باید اونجا نخست وزیر بشه، کی رئیس جمهور بشه، من به تو دیکته میکنم. شرق تا یه زمانی باج میده، یه مرتبه یه رضا شاه ازش میاد بیرون، یه مرتبه اونور یه گاندی میاد بیرون، اینور یه مثلا زندیا سادات میاد بیرون، یه مرتبه محمد رضا شاه میاد بیرون. این توازن رو به هم میزنه تا بخوان بیان محمد رضا شاه پهلوی رو ساقطش بکنن و کودتایی چه بدونم تروری انقلابی یه جوری از شر محمد رضا شاه پهلوی راحت بشن، این توازن منطقه به هم میریزه. بعد عوامل دست نشانده شون رو باید بیارن بذارن اونجا، بگن اینو بکش اونو بکش، اینو تخفیف کن، تخفیف کن، با این بجنگ، با اون فلان کن. خب اینا برنامه ریزی میخواد. همینطور نیستش که به خمینی میگن تو باش برو ایران بگو صدام حسین مثلا خر از گاو من است بهش حمله کن. اینطوری نیست، این برنامه ریزی میخواد، نقشه کشی میخواد، کلی روش سرمایه گذاری باید بشه. کلی از کسانی که در دانشگاه اکسفورد دیدم چی، اینا که توی چتروماشون میرن میشینن، توی این اتاقای فکرشون میرن میشینن، برنامه رو میذاره جلوش، میگه آقا این دو تا کشور رو بنداز به جون هم، مثلا دو سال فرصت داری طرحش رو به ما بده. خب این پول میخواد، این بودجه میخواد، واسه فرمودی. بعد این بودجه که میان چند ده میلیارد خرج میکنن که ایران و عراق رو بندازن به جون هم دیگه، درب و داغون میکنن دو تا کشور هم دیگه رو، خب بعد این تو اقتصاد جهان هم ضرر به وجود میاره. رفت و آمد کشتی های نفتی، و ایران یه موشک میفرسه یه کشتی نفتی نروژی رو میفرسه رو هوا، شرکت های بیمه میگن آقا اونجا منطقه جنگ زده است، من اگه بخوام یه کشتی نفت کش بفرسم اونجا، اگر 100 هزار دلار میگرفتم مثلا 5 میلیون بیمش باید بکنه. بعد رفت و آمدهای هواپیماها چه و چه و چه، بر اساس چی؟ یک سیاست غلط، یه سیاستی که میگن ما نمیذاریم تو روپات بلند شی، حاضرین چند صد میلیارد خرج بکنیم شاه رو ببریم، ایرانو داغون کنیم، عراقو داغون کنیم، منطقه داغون کنیم، چوب دودش به چش خودمونم بره، ولی حاضر نیستیم که ایران آباد بشه. چرا؟ چون این پولی که ما داریم سرمایه گذاری کردیم تو این 43 سال، مثلا به طور مثال میگم ما 1 بیلیارد دلار مثلا سرمایه گذاری کردیم این منطقه داغون کنیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 10 بیلیارد داریم ازش میخوریم، ولی اگه شاه بیاد اونجا مثلا چوسفیل ما نمیتونیم بخوریم، هی باید بریم در بزنیم میگن حالا از یه قراردادی با ایشون هم، خب هر سال داره مقوی تر میشه، هر سال داره قوی تر میشه دو منطقه، هر سال داره با تجربه تر میشه، هر سال ما داریم بیشتر بهش وابسته میشیم. تو خیابونای تهران نوشته بانک ایران و ژاپن، ایران و هلند، ایران و عرب، ایران و فلان، ایران و فلان. خب این الکی نیست، هتل زدن، هتل آمریکایی، هتل آلمانی، تو خیابونای تهران، تو خیابونای اهواز، آبادان، شیراز، اصفهان، اینور اونور هر جا میری ببینی پر خارجی. بازار اصفهان داشت رو توریست خارجی داشت زندگی میکرد،
تو بازار اصفهان پر توریست خارجی بود، تو تبریز، تو عراق، تو کاشان، تو این ور اون ور. خب این کشور داره پیشرفت میکنه، خب اگه این پیشرفت بکنه فردا میاد بگه من یه کرسی میخوام تو سازمان ملل، من چه خاکی به سرم بریزم؟ یعنی تو سازمان ملل، یعنی تو اون بخش امنیتیش. خب منم حق وتو میخوام. خب منو به این بگم نه، میگه برای چی نه؟ توی انگلستان چی داری که من ندارم؟ هواپیما اینقدر داری منم دارم، اتم داری منم دارم، پولت اینقدر ذخیره ارزی داری منم دارم، اینقدر دانشجو داری من، هر چی داری منم دارم، چرا من حق چیزم؟ بعد اسمش هم محمد رضا شاه پهلوی، آدم لات لوت چاقوکش عربدکش نیست، یه آدم جنتلمن با شخصیت با کلاس، صدام حسین نیست، این آدم خیلی جنتلمنه. این آدم وقتی میشینه سر میز با ما مثلا ضیافت شام، طوری داره سوپو نوش جان میکنه که اصلا هیچ کی نمیفهمه علازاد داره سوپ نوش جان میکنه، طوری فنجون چای رو میگیره که با همه داره گفتگو میکنه، فنجون چای هم همینطوری محکم گرفته دو دستش، دست لرزشی نداره، خلبانه، یادم سالمیه، خوشتیب، خوشگل، خوش برخور. تمام خانوما توی مهمانی شام هی میان دولا میشن، راست میشن، بلکه یه چیزی بماسه. زو بریم عکس‌ها رو با هم نگاه کنیم. جناب مهندس 4 5 6 7 لطف مؤدبانه عکس‌ها رو با هم نگاه بکنیم تا این گفتگوها رو آروم آروم با بچه ها بریم جلو دیگه. یواش یواش باید بچه ها چشمشون باز بشه نسبت به خاورمیانه و به جهان. همش توی دنیاهای مجازی این چی گفت اون چی گفت، یه مقداری درک بکنیم جهان چیه، جهان بینیمون یه ذره باید بالا. حالا نه مثلا من پروفسور باشم، نه هم تو دارم علکه دارم درده همیزه من گفتیم که بیشتر درک بکنیم مسائل چیزا، مسائل جهانی رو. جناب مهندس عکس رو لطف کنن، به خاطر اینکه تا موقعی که ما ندونیم بعد مثل آمولا دور خودمون میچرخیم. دست درد نکنه جناب مهندس. خب یه استوپی روی حرفای خودم بزنم بریم سر چیزی که بچه‌ها از من خواستن. دو نفر، یکی در ایران، یکی هم در لجنجلس به درک از فراس سافلین رفتن، یک قمه زنی و یک سینه زنی، یک عدمی سازی رو افتاده که تو گویی که با مرگ این دو نفر چه اتفاق بزرگی در تاریخ بشریت افتاده. لیوان آب ما بنوشیم، لعنت به روح مصدق و خمینی، سلام به خدایگان، درود به شاهنشاه آریامه، روان شد بوی گلاب میگیره اسم علازت میاره. زو این هوشنگ ابتهاجی که به خودش میگفت ه الف سایه، به اصطلاح با این اسم خودشو تو جامعه معرفی کرده بود. وقتی که اون بیمار روانی بزرگ لواطکاران میاد ایران، صفحه اول کیهان، روزنامه کیهان، 12 بهمن 1357، اون موقعی که اون بیشرف وارد ایران شد که نوشت بزرگترین استقبال تاریخ برگزار شد. به به نظامیان ما رو نگاه کن ماشاءالله. بله این عکس ننگین ترین عکس در تاریخ کشور ماست. سروده هوشنگ ابتهاج ه الف سایه به مناسبت ورود اون بیمار روانی به ایران. شاید این در بگشا، شاید این در بگشایی، شمع بیاری، عود بسوز، و چه و چه و چه. جناب مهندس بعدیرم لطف موقع بفرمین. بله اینا همشون توده‌ای هن، همشون خائن هن، همشون بیشرف هن، همشون ایران فروش هن. پشتیبانی نویسندگان متحد از مش ضد امپریالیستی و خلقی امام خمینی، اسامی که اونجا نوشته شده، سمت چپ که نوشته با سلام و درود و فلان، اسم این مردی که بیشرف پس فدرت آشغال هم زیرش ببینید، شنگ ابتهاج. بله جناب مهندس بعدیرم لطف محبت بفرمید، ممنونتون میشه. خواهش میکنم تشریف بیارید. بسلام. تا یه اشکال فنیمون هست، تا اشکال فنیمون حل بشه. ملاحظه فرمودی؟ حالا من فقط به خاطر شما، منت سرتون نمیذارم ها، چون من به خاطر شما اینجا نشستم، شما ملت منو اینجا نشوندین، این شما هستین که این موقعیت رو برای من به وجود آوردین. خیلی ازتون ممنونم، تمنا میکنم دیگه از این لقما برای من یکی نگیری. خیلی متشکرم به خاطر موقعیتی که برای من به وجود آورد. به هر حال دست درد نکنید جناب مهندس. این تلگرام نویسندگان
متعهد به مناسبت تصرف سفارت آمریکا است، اونجایی که با قرمز یک خط کشیده شده، اونم هوشنگ ابتهاج. دست درد نکنه جناب مهندس. این فقط این چند تا سند که خواستم بهتون نشون بدم. مرسی جناب مهندس یاش گرامی. خب ملاحظه فرمودی؟ دست درد نکنه. اونم اسمش هوشنگ ابتهاج سایه. خب اینم یه نفر برای من فرساد، من دیدم خیلی متن قشنگیه. دروغ چرا بگم؟ تا قبل گفتم که اینم نشون بدم براتون بخونم. باری کلا به کسی که اینو نوشته، من نمیدونم کیه، ولی مشخصا از اون بچهای میهن پرسته. اگر هم صدای منو میشنوه میتونه به من بگه که من بیام خواست اسمش یا چرام کانالشو بگم، چون این به این شکل به دست من رسید. من آدم نیستم که مال دیگران رو به اصطلاح به اسم خودم غالب کنیم. از من نیست این نوشته، ولی خیلی قشنگ نوشته شده. نوشته که این سه کله پوک توده‌ای بیوطن هرگز در طول حیات ننگینشان حاضر به معذرت خواهی از ملت ایران بابت دشمنی و مبارزه علیه حکومت پهلوی نشدند. باری کلا. و جزء اولین کسانی بودند که برای خمینی ملعون دم تکان دادند. آفرین. ابتهاج لطفی، محمدرضا لطفی تار میزد، تمام لوازم چیزو موسیقی رو، تار و کمونچه و ویالون و ضرب و همه رو دزدید آورد آلمان فروخت. دروغ هم بهتون نمیگم. محمدرضا لطفی تریاکی خیلی تودهی، خیلی بی‌ناموس بودیم، بیشتر دزد بود کسافت. ابتهاج لطفی و شجریان با نفوذ در رادیو تلویزیون و ایجاد مافیا، بسیاری از هنرمندان میهن پرست همچون اکبر گلپایگانی را با برچسب مطرب بودن از صحنه حذف کردند و دست در دست آخوندها در افسرده کردن ملت ایران نقش مهمی ایفا کردند. باریکلا به این کسی که اینو نوشته، راست میگه. این ستا در افسرده کردن ملت ایران نقش بزرگی ایفا کردند. همش از این آهنگای چیز خوندن نوحه‌ای، مثل الان هم میخونن این جوونا. نوحه هست مده آهنگینش کرده. این سه کله پوک هم مانند سایر توده‌ای های بیوطن بعد از آنکه فهمیدن خمینی خونخوار چه کلاهی به سرشان گذاشته، تا آخر عمرشان به چسناله، ای والله، به چسناله کردن و قر زدن ادامه دادن، ولی هرگز اعتراف نکردند که مخالفتشان با شاه اشتباه بوده. باریکلا، راست میگه، آفرین، اشتباه بوده است. ابتهاج تا دم مرگ در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کرد و با بسیاری از آخوندها از جمله ابتهی، آره با ابتهی خیلی رفیق بود، رفاقت داشت. شرم بر تمام بیوطنان مرتجع. باریکلا به کسی که اینو نوشته، آفرین، دست درد نکن جناب مهندس. خب چون شما بچه ها از من میخواهید که من بیام و راجع به اینا صحبت، دیدید که از روزی که مرد من نه تو کانالم گذاشتم، نه دوتا برنامه اجرا کردم، هیچی نگفتم. میدونی چرا؟ دروغ چرا بگم؟ آخه اینا کسی نیستن. مثلا من بیام وقت شما رو بگیرم، وقت ملت بگیرم، تو این بدبختی به جای که چهار تا حرف درست بزنم بیام راجع به هوشنگ ابتهاج و راجع به مسعود اسداللهی بگم. خب این مثل تنه لشه کی بودن؟ مثلا چی بودم؟ مثلا اسداللهی کی بوده؟ اسداللهی در تمام طول عمر ننگین حیات کثیفش در ایران، جز اینکه ترکمون زد، در حد اندازه خوش به سینما ایران کار دیگه ای نکرد. چه کار کرد؟ سریال طلاق درست کرد که دادگستری ایران رو زیر سوال برد. هر چی توده‌ای و بی پدر و مادر تر از خودش بود، برداشت آورد تو سریال طلاق. مثل اون یارو فخیم زاده و مثل اون یارو گیتی ساعتچی و نمیدونم همین ارازل اومش. بعد رفت اون یارو الاغ ماهی رو هم آورد، گفت بیا تو هم برای من دام 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 درام دام میپریدین بر عکس. یک آدم عقده‌ای خودشو داشت میکش، پاره پوره میکرد که تو سینما یه جای واسه خودش وا کنه. مثلا اینو بیارم بذارم بغل اسم پرویز سیاد، بغل اسم پرویز اون یارو کی بود، مسعود کیمیایی، بغل اسم بهروز وثوقی، بغل اسم فردی. بابا منم آدمم، هیچ بخی نبود، یه آدم قدکودای عقده‌ای که بسیارم کم بوده اینقدر تا آخر عمر اینو چیزش کرد. البته به نفعش شد، چون حالا قبرم گرونه، کوچیکه قبرش دیگه 40-50 سانته. بعدش یه فیلمم کارگردانی که همسفر، که دیگه اینقدر لجنجلس نشونش داده دیگه نخنق شده. حضورتون عرض کنم یکی دوتا فیلم دیگه هم خوش، خیلی دوزاری، بابا خالدار و پسرک و دیگه علی کنکوری، و چون یارو اومد گفت چرا ترانه براش کن، نوکر وردستش هم اون یارو رضا کرم رضایی بود، یه توده یه بی پدر و مادر آشکار که خدا رو شد، اونم به بد کثافتی کشیده شد و به درک رفت. خب من به خاطر حالا شما میگم میگم، اما هوشنگ ابتهاج ضرباتی که زد دست کمی از این یکی مرتیه نبود. هوشنگ ابتهاج ضربه به موسیقی اصیل ایرانی زد، تا
تو قسمت رادیو ایران که کار میکرد، که الان چند تا سندش رو براتون نشون میدیم، اصلا ریشه یه چیزو زد، ریشه موسیقی اصیل ایرانی رو زد. حالا مومن الان بهتون نشون میدیم بین ما رو تو چه داستانایی میبرید شما ها. جناب مهندس هشت و لطف و محبت بفهمید استاد پرویز یاحقی، نه هم استاد علی حیدری، این دوتا رو الان با هم نگاه کنید. جناب مهندس هشت و نه لطف و محبت بفهمید. جا به بعد همطور که اشاره شد، اصلا میسی که تبری برداشته شد که بر ریشه اصیل موسیقی این مملکت کوبیده بشه و شد. و همونطور که باز من هم اشاره کردم، این کار باعث شد که تمام موسیقیدان های واقعا، نمیخوام خدای نکرده فکر کنید خودم رو میگم، نه، من جزئی از کوچکترین آنها بودم، ولی سولیست ها و موسیقیدان های خوب مملکت همه هر گوشه ای، هر کسی از این گوشه ای فرا رفت و منزوی شد و نشست و رها کرد. یعنی اون چه که باعث ذوق و شوق و تلاش و به اصطلاح کارایی یک هنرمنده، چون انگیزش از بین رفت، طبیعتاً اونها هم به کناری رفتند و کارشون رها کردند. و همین نکته بسیار عجیبی که آقای ناصری اشاره کردند این است که گفتن، جمله رو دیدید، گفتن ما چوب اون روزا رو داریم میخوریم. بعد نمیدونم چرا اینو پخش کردم محمد جون، باید بگید. حالا گفتنش این است که اون موقع کمونیست همه رادیو رو گرفته بودن. بگو. و واقعا اینی که دارم میگم، گلها رو دادن دست آقای ابتهاج. بله. آقای حبیب بدی هم خیلی ناراحت شد از این موضوع، و که چون توقع داشتن کار کرده بود اینجا، توقع داشت که این دستمون بدن. بله. این آقا اومد هر چیز کمونیست بود اینا دور خود رو در خود جمع کرد. درست. و کار از دست بقیه گره، یعنی بچه‌ها پرویز یاحقی نرفت اونجا بزنه، یعنی حبیب بدی میرفت، کم میرفت، خیلی کم، گلپایگانی نرفت به خونه جلیل، جلیل شهناز نرفت بزنه، فرهنگ شریف نرفت بزنه. از یکی نگاه منفی نسبت به اینا داشت. اونجا رفتیم زدیمش. بله بله. آهنگ ضبط شد، اکبر گلپایگانی هم آوازش رو خوند و یه برنامه گلها درست کردیم. بله. و به خاطر اینکه به ماها توهین بکنن و نمیدونم کارمون دست کم بگیرن، من دیدم این آقا برداشته 2000 تومان فقط نوشته بابتون کار بون قشنگی، برای تمام این کارهایی که ما کردیم. من راستش به این برخورد درسته. خب اونا از خدا میخواستن که به ماها بر بخوره که نکنه میکرد که نیون دیگه. دردش این بود به همین سادگی. ولی ببینید هیچ که نمیدون اینا رو، من میدونم. ببینید خانم ایرا، بعضی از اینا رو که همین آقای ابتهاج عزیز ما که احترامش واجبه، ولی میخوام واقعیت بگم چرا هنرمنده های ما دلگیر شدن. بعد اومد نشست صداش بنده دارم مستنده، گفت دوران گلها دیگه سپری شده بود. حالا شما نگاه بکنید، ما آمدیم گلهای رنگارنگ، گلهای جاویدان، برگ سبز دائم، وقت اینام شعرهای آنچنانی که شما اشاره کردید. بله. شعرهای که تحت تاثیر، ببخشید، اونوریا قرار بودن، خیال میکردن که دایی جان استالینشون بطیه برای اینا، باید دنبالمون برن. و دیدید ما ملت. بله. ما چه ضربه ایدید. درست میگه آقای حیدری، من یادمه آقای یاحقی کمکار شد، حبیب الله سپاس از شما جناب مهندس یاحقی گرامی. اسامی چند تن از بچه ها رو سریع بگیم. میهن پرستان لطف و محبت کردن، بانو نرگس از نروژ $100، خیلی سپاسگزارم ازت نرگس عزیز ما از نروژ، لطف و محبت کردی. اهورای عزیز ما از اسرائیل $25، دست درد نکنه اهورای عزیز از اسرائیل. آقای ناصر غلامی هم $15، دست درد نکنه ناصر غلامی عزیز ما. آقا حمید گل از برلین $30 با هزاران جاوید شاه و پاینده ایران، دست درد نکنه آقا حمید گل از برلین. پری بانو هم با جاوید شاه $100، دست درد نکنه پری بانوی عزیز ما. بیتا از لس آنجلس با جاوید شاه $105، دست درد نکنه بیتای عزیز از لس آنجلس. و برای یا به مناسبت سالگرد درگذشت بانوی مبارز بارانا پهلوان، روانشون شاد، من نمیشناسم، به هر حال روانشون شاد، بانوی مبارز بارانا پهلوان $500. خیلی سپاسگزارم و ممنون باریکلا که به
یاد این عزیزان هستید. دست شما در نگاه بچه ها زنگ بزنید، ممنونتونه. این آقای فریدون توفیقی بودن، سرکار بانو همیرا، بانو هما میرفشار، شاعر بسیار ارزنده کشورمون و بزرگان، آقای زنده یاد حیدری فکر کنم، بله دیگه، آقای جهانبخش بازوکی بودن. به هر حال این آقای فریدون توفیقی خدا نگرشون داره، من چند بارم با ایشون گفتگو داشتم، صحبت کردم اینا، امیدوارم حالا صدای منو بشنون که چرا ما باید اینقدر رودرواسی بکنیم، تعارف بکنیم. آقای فریدون توفیقی مثلا شما میگید اونایی که واسه برادر استالین میخونه، خب اسم بیارید، بگید یاور همیشه معتاد، بگید فرهاد، بگید فروغی، خب بگید، چرا نمیگید؟ از چی میترسید؟ شما رو که سونه میکنن که دیگه. خب ما باید همش ترس و لرز داشته باشیم دیگه؟ نه، بعد بگید چرا نمیگید. البته باز خدا حفظتون بکنه که حداقل راجع به ابتهاج اومدید و خیلی محتاطانه، ولی به هر حال چیز کردیم. ما ایرانی‌ها باید دست برداریم از این کارا. من به صرف اینکه یک عمر عاشق صدای فلان خواننده هستم، نباید یه مملکت رو بدم به خاطر اینکه عاشق صدای فلان خواننده‌ام یا عاشق فلان هنرپیشه‌ام یا عاشق من عاشق علی پروین بودم. نمیدونم به چه زبونی بهتون بگم. اصلا وقتی من میرفتم آریامهر بازی پرسپولیس امجدی آریامهر، من فقط میرفتم 99% نه برای پرسپولیس، برای پروین میرفتم. همه هم اینطوری بودن. پروین اگه از ما همه چشمون به رخکن بود که این پله داره میاد، از امجدی از بغل اون تاجیا میاد، پروین جلو هست یا نه، از دو آریامه ببینید پروین از پله میاد بالا یا نه. اصلا خیلی شاید من 4 بار تو زندگیم یادمه که پروین بازی نکرده، اصلا حالمون گرفته بود در تمام طول بازی. ولی من به خاطر ایران نمیتونم، به خاطر پروین نمیتونم ایرانو شوهر بدم. اشتباه میکنه وای میسم جلوش، همیشه بهش گفتم علی آقا دیگه بهش نمیگم، چون خودشو فروخت با تمام عشقی که بهش دارم. و هر کسی دیگه باشه، اصلا پدرم باشه، مادرم باشه، بچه‌م باشه، بچه‌م هم باشه، زیر پام میذارمش. من به خاطر ایران قید پدر مادرمو زدم، منم میتونستم برم، ولی به پدرم گفتم اگه شما نگفتی ما عرضه نداشتیم پدرش نگرد داریم بر پسرش بیا. گفت چرا؟ گفتم گفتی یا نه بابا. یه شب رحمتش کنه بیسکیرم زده بود، کلش داغ بود، به من زنگ زد، بعد مامانت ناراحت و فلان اینا، همه دارن میان، خیلی از دوستات اومدن، بابا جون بیا فلان اینا. گفتم چشم، ولی شما مگه به من نگفتی ما عرضه نداشتیم تو فرودگاه؟ بابا ما ارزو نشتیم پدرشین گردنیم برو پسرش بیا. مکس کرد، گفتم گفتید یا نگفتید بابا؟ گفت آره گفتم. گفتم حالا من تا خرخره اینجا رفتم توی کارهای تظاهرات و این برمو باید من بیام، شما تضمین جون منو میکنی؟ گفت با مامان صحبت کن. گوشی رو داد به سرکار بانو. خودت گفتی دیگه، به خاطر ایران من قید ایران و دیدار و پدر و مادرم زدم. من آدم نیستم، من دلم تنگ نشده، حاضرم تمام عمرم رو همین الان بدم، یه بار دیگه سوار ماشینم بشم و محلمو برم تا شمرون، برم و بیام و بمیرم، ولی وایسادم. آدم نباید مملکتشو بل کنه به خاطر که عاشق یه خواننده است، عاشق یه فوتبالیست، عاشق یه دختره، عاشق یه پسره، عاشق چه بدم فروز، عاشق کفتره. حرفتونو بزنید. چون توی جامعه ایرانی یه آدمی مثل دکتر زنده یا جاویدان فریدون فرخزاد میان حرفش میزنه، بعد اونطوری تابلو میشه. ولی اگه همه حرف بزنن، همه بشن فرخزاد، بعد دیگه فرخزاد تابلو نمیشه. چرا 99% فوشای خارمادر رو من باید بخورم؟ چرا؟ چون با خلوص نیت حرف میزنم و میام همه رو لو میدم. برای همین بیشترین فوشو من میخورم، ولی من فوش نمیترسم. ما اومدم بمیرم برای ایران، دروغم نمیگم، من حالی نمیکنم با زندگی، همیشه هم گفتم، همیشه میگم خدایا ما یه جون بهت بده کاری، هر موقع دوست داری همین الان بگیرش، من نمیخوام به هیچکی بده کار باشم، به تو هم نمیخوام بده کار باشم خدا، من به هیچکی بده کاری ندارم جز به یه جون به خدا بده کارم، تموم شد رفت. 80 سالگی بمیرم الان بمیرم، ولی به خاطر ملتم، به خاطر کشورم. نه اینا رو بگم مثلا من میهن پرستم، نه اصلا شما بگید این داره دروغ میگه، من به خودم نمیتونم دروغ بگم، من به خاطر ملتم، به خاطر کشورم جونمو میدم، سینه سپر کردم، عاشق شاهم، من عاشق ایرانم. زندگی چه ارزشی داره؟ حرفتونو بزنید. بله 50 سال بر علیه پهلوی آواز خوندم، 50 سال مزخرف خوندم،
50 سال فیلم بر علیه پهلوی بازی کردن، کتاب چاپ کردن بر علیهش، در همون زمان همون خود میامرد، انقدر شرف داشت، انقدر مرد بود، میگفت جوونه بذارید بخونه، مردم صداشو دوست دارن. و یعنی سر این کثافت تو مسترا کردن یه کاری داشت که حالا با اون مزخرفات بچهش بیاد بره در بهترین دانشگاه ها بره تحصیل بکنه و لیسانس بگیره، اون کلاه رو بذاره رو سرش، وایس بغل دست بچهش عکس بگیره، گور پدر ملت ایران، همون ملتی که برای تو خورا میکشید، مرد باشید حرفتونو بزنید، نترسید. کسایی که رفتن تو سینماها فیلم برای ما بازی کردن، چاقو کشی را انداختن، 43 سال حرف نزدن که حسنی خرید به چند من، آقا مهندس بیلی شدن تو ایران، حالا اومدن رفتن هنوز دارم مزخرفات دیگه ای میگن. و خیلی هاشون، خیلی هاشون. و میهن پرستان تنها موندن، میهن پرستان بی کس و کار موندن، من دروغ نمیگم، بی کس و کار موندن. خدا رحمت کنه ناصر خان ملک موتی رو. ناصر خان ملک موتی چرا باید بری تو کتف مدی یارو کیم یارو حرومزاده مهران مدیری رو ببوسی؟ چرا؟ چه ارزشی داشت که تو در آخر عمرت بری واسه جلو دوربین؟ ناصر خان، تو ناصر خان سینما ایران بودی، درس جوون مردی و پهلوانی و معرفت و ناموس پرستی رو به ما یاد دادی. تو ما اومدیم تو سینما از تو چیز یاد گرفتیم؟ چرا؟ خب نه، بیاییم بگیم چرا باید بعضی از هنر پیشای زن ایران در دوران شاهنشاه یمار برن چرا دوربین جمهوری اسلامی؟ خب پوری بنایی هم میتونست خوشو بفروشه، چرا نفرو؟ فروزان ترک همه رو کرد، دو نفر بردن خاکش کردن. فروزان اسمش برای هر فیلمی 500 میلیون تومن اون موقع پول بود، فقط کافی بود رو صفحه بنویسن با شرکت فروزان، به جای یه هفته 6 هفته 10 هفته نمایش فیلم بود، ولی خوش نفروخ به جمهوری اسلامی. فقط کافی بود یه چارده بنز رو سر جمهوری اسلامی حلوا حلواش میکرد رو سرش میذاش، فقط کافی بود من توبه کردم از رقص و آواز، میخوام بیام برای امام آواز بخونم، برای امام برقصم، و میبردم ازش استفاده میکردم. ولی ایستاد، به اینا میگن قهرمان، به اینا میگن پهلوان، مثل شعبان خان، شعبان جعفری، اونم میتونست بشه چاقوکش لات جمهوری اسلامی، گفت من پهلوانم، پهلوان این ملتم، اومد تو لس آنجلس مرد و مردونه زندگی کرد، فوشش هم خورد، ولی مردانه جان داد، تو 28 مرداد از دنیا رفت. مرد باشین حرفتونو بزنید، زندگی انقدر ارزش نداره. به قول فریدون خان عزیز فرخزاد گفت نه زندگی انقدر ارزش داره، نه مرگ انقدر چیز داره ارزش داره. چیه؟ من با 100 دلار 10 سال دیگه زنده، عمراتم میگذره، مگه شکم چیه؟ یه لقمه نون بخور پر میشه، بعد میفتید به بیشرفی، بعد میشی لگن فروش دوست که هر سازی وزارت اطلاعات بزنه باید برخصی، بعد میشی علی منقلی هر سازی وزارت اطلاعات بزنه باید برخصی. حالا تو بیا 100,000 دفعه جلو دوربین فوش به جمهوری اسلامی بده، تو 100% ماموری. بعد میشه علی ساربون، میشه نوکر عربا که بیا بشینه واسه مردم 40 سال 20 سال بشین جلو دوربین واسه مردم قصه بگی که شما سه تفنگدار بیشرف میتونستید خدمتگزار ملتتون باشید، ولی هر ستاتون شدی نوکر جمهوری اسلامی. یه روز شدی نوکر سبز، یه روز شدی نوکر قرمز، یه روز شدی نوکر فلانی، یه روز شدی دوربین به این دادین، یه روز میکروفون به اون دادین، یه روز با ماموری جمهوری اسلامی رفتین صحبت کردین. چرا؟ چون ذاتتون کثافته، چون اصلتون کثافته. هنرمند ایرانی در زمان شاهنشاه یا زیر آتش توپخانه پهلوی به آب و علوفه رسید، خانم مرجان، عماد رام، منوچهر سخایی، مرضیه، همشون شدن فاحشه های مجاهد و همشون شدن نوکر اجنبی، خاک بر اون سرتون کنن. مسعود اسداللهی 43 سال تو طویله 40 سال 37 سال تو طویله لجنجله زندگی که یک جمله نگفت که پهلوی چه خدماتی با مملکت کرده، گهگاهی یه چیزایی مینداخت، اونم به نفع خودش، به نفع سینمای خودش، فیلم بازی کرد تو ایران به نام قرنطینه یا همچین چیزی. برید ببینید، ببینید چه کثافت کاری اینا کردم. کدوم پرونده یه سالمی رو داری؟ به قول این همیهنی که این نوشته رو من تو خوندم، یک بار اینا شرف نداشتن بیان پهلوی عذرخواهی بکنن، بگن آقا ما معذرت می‌خوام، مثل اون خویی، با حداقل خویی اومد آقا
غلط کردین، معذرت میخواین، اشتباه کردین، شرف داشته باشی. من نگاه به کی میگم شرف؟ جناب مهندس شماره 10 لطف مواد بفرمایید ببندین پرونده اینا رو، راجع به اینا صحبت نکنی. ۵۲ مطالعات شروع میشه، ۵۰ تقریبا ۳ مطالعات تمام میشه، تصفیه میشه. سال ۵۴ شرکت راهن، یعنی شرکت مترو، اسم اصلیش راهن شهری تهران، برای همین میگم اسم شما چرا خارجی، اسم خارج. قدیم در زمان گذشته اسم گذاشته بودن راهن شهری تهران و هومه تو پرانتز مترو. در اون طرح قرار بوده که هفت خط مترو به طول 164 کیلومتر ساخته بشه. بله. و در هفت خط و تو فاز یک چهار خط رو طراحی میکنن که در فاز یک بسازن. 164 کیلومتر قرار بوده ساخته بشه. ما همین الان یا از 54 11 سال بعد ما 4 خط مترو می‌داشتیم. براساس و اتفاقا کلنگ مترو هم آخر 56 در بوهبوه انقلاب زده میشه. و موقعی که انقلاب پیروز میشه حدود 300 متر از تونل‌های مترو در زمین‌های عباس آباد که بلا معارض هم بوده ساخته شده بود. یک بخشی از ایستگاه فعلی حقانی. الان ایستگاه حقانی عمرش بالای 45-6 ساله. یعنی فونداسیون زیرش 45 سال عمر داره. اونجا بتونش ریخته میشه و بگم زحمتی که در قدیم گز گرفته شده و زحمت‌های منطقی گرفته شده رو باید مردم بدونن. سال 65 مجدداً شرکت مترو فعال میشه. و اون برنامه‌ای که قرار بوده از 54 کار شروع کنه 11 سال بعد ما 4 خط مترو داشته باشیم میشه از 66 عملاً از 66 کارش آغاز میشه و ما اولین خط مترو رو دیگه زمانی که من شده بودم مدیر عامل مترو در سال 77 افتتاح کردیم. من از اون موقعی که اولین افتتاح کردیم میشه گفت تا به حال سالی 10 کیلومتر مترو در تهران ایجاد کردیم. حساسیت هم دارید که مثلا به کار شاهزاده رضا پهلوی رو به کار نبرید یا به کار ببرید؟ یه پرسش شیطنت آمیز. حالتون نمیگم شاهزاده؟ آره میخوام میگم حساسیتی دارید یا اینکه نه من. چون اصلا شده یه خطی یکی بگه شاهزاده، یعنی حتما تو شما تو دنبال سلطنت هستی، اگه نگی شاهزاده مثلا دنبال جمهوری هستی. نه من رو من همچین تلقی از کلمه شاهزاده ندارم. شاهزاده خب به حال ایشون فرزند شاه بوده دیگه، یعنی از لحاظ جایگاه حقوقیش فرزند شاه بوده، شاهزاده است. ولی اینکه مثلا به ما میگن آقازاده، حالا ما شاهزاده نبودیم، آقازاده هستیم مثلا، آقازاده هایی که جمهوری اسلامی هستن. ولی اینکه وقتی کسی کلمه شاهزاده یا خود ایشون مثلا در مورد شاهزاده حتما باید دنبال سلطنت باشه، نه من اینا رو با هم دیگه رفتی بهش نمیبینم. میتونه طرف شاهزاده باشه ولی دنبال جمهوری باشه و بالا خیلی رو سلطنت اصلا دنبال نکنه. در حقیقت میگه سلطنت به خودی خود بد نیست، مگر ما ملکه انگلستان نداریم یا خیلی از این کشورهای توسعه یافته که پادشاه مثلا اسپانیا پادشاه داره، ولی خب پادشاهی که دیکتاتور نیستش که، یا مثلا ملکه انگلستان دخالت نمیکنه، یعنی از لحاظ قانونی نمیتونه دخالت بکنه توی امورات مثلا نخست وزیر و حالا کشورداری اونجا. یه نقش تشریفاتی بیشتر داره و یه نقش وحدت ملی داره بیشتر. بنابراین به خودی خود سلطنت هم اگر سلطنت مثل ملکه انگلستان یا پادشاه اسپانیا باشه اینم بد نیست، برای اینم یه نظام حقوقی که جواب داده و در کنارش خود اون کشورها هم توسعه یافته هستن، از دموکراسی هم برخوردارن. نه من خیلی نسبت به شاهزاده حساسیتی ندارم، چون که خودم استفاده نمی کنم. من ترجیح میدم بگم آقای رضا پهلوی. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. ببین من کارم هم باید بکنم، جواب شما عزیزانم باید بدم، اشکالی هم نداره، به هر حال من در خدمت شما هستم. جریان مترو رو دیدید دیگه، خود پسر اکبر دزده داره میگه تمام طرح‌ها استوب شد، فرقه تبهکاران میاد سر کار، 10 سال مملکت رو با جنگ و فلان اینا که بابای همین اکبر دزده پدر این دوتا جونور کثافت مایه تیله ها رو جمع کردن، یه بچه‌شو فرستاد، یه پسرشو فرستاد تو کار نفت، یه پسرش رفت تو کار مترو، دختر کثافتش هم مأمور بود، چمدون چمدون پول می آورد لندن پخش میکرد،
تمام تلویزیون‌های لس‌آنجلس، تمام تلویزیون‌های لندنی، چقدر سایت برامون درست کردن، چقدر رادیو تلویزیون برامون درست کردن، چه داستانایی برامون ریختن. و بعد پولا رسید به لس‌آنجلس، از توش چی اومد بیرون؟ حمید پاینداز اومد بیرون، چیکار کرد؟ نشست شما رو همه رو سر کارتون گذاشت. فیلم‌های ایرانی و شوهای ایرانی از کجا پخش می‌شد؟ جمهوری اسلامی، تو چمدون، تهران، دبی، دبی فرانکفورت، فرانکفورت نیویورک. واسطه می اومد تو نیویورک فیلم ها رو می گرفت. امشب میخوایم چیکار رو کنیم؟ امشب میخوایم ممل رو براتون پخش کنیم. ممل از کجا می اومد؟ فیلم ها کجا می اومد؟ شوهای رنگارنگ از کجا می اومد؟ میشین فکر کنین نوروزای زمان شاه از کجا می اومد؟ از کجا می اومد اینا؟ از داخل ایران می اومد. دست کی بود؟ دست اکبر دزده بود. بله. خب اینطوری گاماس 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 8 سال جنگ، اصلاحات با اکبر دزده، سردار شرمندگی سوزندگی. بعد حالا این کسافت جرزومه فساد با این قیافه تن لشی که هر دفعه من قیافه این دوتا آشغال میدن یاد اون دوز میفتم، اومده میگه به ما میگن آقازاده تو انگل زاده هم نیستی، از این شعرها باز خودتون راه نزید، تو دهن مردم نزید، تو دیکته ادبیات مردم نکنید. انگل زادم زیاده به شما میگن، آقازاده چیه؟ کی گفته به شما آقازاده؟ چی این حرفا رو وزارت اطلاعات پخش میکنه تو دهن مردم؟ مثل که پرستو پرستو نام زیبای پرستو رو خرابش کردید. هرچی من میگم بابا اینا بگین روقیه پرستو، چرا میگین پرستو؟ چه دانی اسامی دخترای ایرانی رو خراب میکنی؟ به اینا بگین روقیه زینب فاطمه کماندو. چی گوش میکنه؟ اصلا نمیدونی دارن چه بلایی سرتو میارن. بعد میگن رضا چرا عصبانی میشی؟ سن تبدیل به ملت گیجی شدی؟ میگی نه؟ آه نگاه کن آقازاده خفه بمیر، تن لش آشقا، من ترجیح میدم آقای پهلوی خفه بمیرید آمد اون کسافتا. انگلستان رو نمیدم فلان رو زر زیادی هم میزنه وراج آشقال بابا روزخون. بابا روزخون هم که نبود، پهنجا بشه میکرد میرخز پای درخت پسته. کسافت آشقال در به داغون، بابا نوکر انگلیسا بود. تو نمیدونی ملک انگلیس همه کار است؟ تا تو دلفینای توی دریای انگلیس زیر دستشه. تا چشمتون کورش، آره پهلوی داره میاد. آره برای همینه به جلزه بلز افتادین. پهلوی داره میاد، رضا شاه بزرگ داره میاد، نه محمد رضا شاه. اینم نمیدونستین بزنین بهتون بگم که بدونید رضا شاه داره میاد، نه محمد رضا شاه. محمد رضا شاه پهلوی برای ما ملت زود بود. بعد از رضا شاه باید یه رضا شاه دیگه می اومد. بعد از اون رضا شاه دوم باید محمد رضا شاه، محمد رضا شاه پهلوی الان باید شاه ایران میشد. نه شهریور 1320، بعد بعد سال 2000 میشد شاه ایران. خفه بمیرید، یه رضا شاه دیگه باید بیاد تو ایران. آره باید بیاد، اون مملکت رو فقط یه رضا شاه دیگه میتونه درست کنه. سکولار و دموکرات و تو ماچ بکنه همه حقا. خفه بمیرید همتون، خفه بمیرید. ممر رو لولو برد، دست میهن پرستان بخوره به ایران. اون وقت بهتون میگیم آقازاده یعنی چی؟ گوه زادم زیادیه بهتون بگیم. چوسونه با اون قیافه آشغالش 500 دفعه تو رو ببرن تو خزینه درت بیرن همین پخی که هستی با اون قیافه نجست در به داغون. جناب مهندس 12 رو پخش کنید به این روز انداختنتون. این همه مرد وایساده اونجا، این همه ایرانی وایساده اونجا، یه آخوند چلغوز، یه آخوند چلغوزی که دماغشو بگیرید جونش ماتتش میزنه بیرون. ببین یه ملت چجوری فیلم کرده، یه مرد پیدا نشد یه دونه کشیده بزنه تو گوش این بیناموز. جمع کنیم بابا هممون، هممون بی غیرت شدیم. جناب مهندس لطفا باید بفهمین شماره 12 رو. شما میفهمید؟ تو شعور داری، تو فهم داری، فقط من بی شعورم. خوش ندید لباس پیغمبر تنش دروغ میگه. خوش ندید. سال 83 مگه منو به حسن پهلوی این بزنید تو تعارض دخترت میخوایی بکنید؟ پسر 14 ساله چی میفهمه تعارض چیه؟ از اطلاعات سپاه مگه نه اینقدر ما رو بردن این آقا رو؟ خجالت بده بسه دیگه، بذار برو دیگه. چی میخوای از این بسه؟ خونه خدا رو کردی چی؟ بیشرف بیا نرو بیدیم. چند بار مؤدبانه میگم به یه نفر؟ مشکل مردم دقیقا حضور شخص شما توی این مسجد.
اوقاف نامتو داده خدافظ. برو دیگه حاج آقا، چرا نمیری؟ معذرانه به نامه دادن که برو نمیری. به من بگم به امام حسین به من برمیخوری میرم، شما 50 سال 60 سال سن داری، بذار برو دیگه. آره بلندتر میگن تو به اینجا رسیدی. هیچ کاری نمیتونی بکنی حاج آقا، هیچ کاری نمیتونی بکنی. هیچ کاری تحقیق اون دیگه تحقیق میکنی حاج آقا، ازت شکایت میکنم. تحقیق میکنی، شکایت میکنم ازت. نه آقا تو مسجد نرین، آقا تو مسجد نجاست میشه نره. نه آقا تو نبرش تو مسجد، آدم کذاب رو نمیبرن تو مسجد. نه خدای بس دیگه، اصلا خستمون کرد. منو پرندش به اطلاعات سپاه بازه، هر روز هر کاری میخوام بکنم، هر غلطی میخوام بکنم، باید دارم سپاه نامه بگیرم. شما رو کشون سال 83 من هنوز میخوام یه سند خونه بزنم به نامم، میرم اطلاعات سپاه نامه میگیرم. خدا لعنتشون کنه. ماشینم به نام خودم نیست، زندگی به نام خودم نیست. آقا آره این بیچاره، آره خودش ما 10 میلیون حقوق میگیره، ما 20 میلیون حقوق میگیره. خاده و نداره. برین داخل، برین داخل، بفرمایین داخل، بفرمایین خانم ما، بفرمایین داخل، رفتن داخل، بفرمایین. سپاس از شما جامعه سیاوش گرامی. به خدا قسم من دارم نگاه میکنم باورم نمیشه دارم ایرانو میبینم. یه آخوند چلخوز، ببین چه اعصابی داره از ملت خورد میکنه، ببین چه طلبی سازی را انداختن. آخوند چلخوز ما به اینا میگفتیم مگس، مگسی که سر نجاست مینشست، مگس، قرمگس. ببین چجوری مملکت گرفتن، مالمونو دارن میخورن، نفت و بردن، گاز و بردن، به ناموسمون تو مچه دارن تجاوز میکنن زیر اسم خدا. ملت بس کنید بابا، ما هم داریم کف میکنیم تو خارج از کشور دیگه، 4-5 تا بیشتر بند مثل ماها نمونده، ما هم اگه بکشیم کنار تمومه ها. دیدیم بعد از فریدون فرخزاد کسی دیگه نیومد، بعد از رضا فاضلی کسی دیگه نیومد، تا اونا دف میشن بعد میشن امامزاده. بابا تا ما هستیم از ما استفاده کنید، تا ما زدیم به سیم آخر اومدیم وسط از ما استفاده کنید، بیفتین جلو مملکت رو درست کنید. اینقدر نشین بگید رهبر شاهتون رو بردارین ببرید ایران، همین بهترین فرصته، از فرصتهای کوچیک استفاده کنید، بزنید چکوبک یارو رو پرتش کنید از من، بیانش بیرون بچه بزنینش که مردم ها هجوم بیارن، تموم کنید کارو. بابا تو تونس یه کسی که داشت دست فروش بود خودش آتیش زد، یه کشور نه یه خاورمیانه با آتیش کشیده شو. حالا کار انگلیسا بود ولی بهانه این بود، همون بهار عربی، بهار عربی، تموم کنید کارو. جناب مهندس 13 یه عکس اونو لطف محبت بفرمایید، 13 و 14 دو تا عکس لطف کنی، بعد از این آخونده اینو نگاه کنی. نگاه کنید اینو، یکی از بچه‌ها برای من فرستاده. هرچی ما میگیم آقا جون این چیزها رو پخش نکنید، حالا ولش کن، اصلا ولش کن، نگاه کنید این کسی، حالا من نمیدونم واقعا این عکس خودش باشه، اسم خودش باشه، چون مشخص که نیست این خودش باشه، به اسم اشکان حیدری. ببینید چی میگه، داره به اعلیحضرت تو توییته، داره به اعلیحضرت رضا شاه دوم میگه، میگه کلن تو اشقها، کلن تو یعنی داخله، کلن تو اشقحال بودی، اشقحالتو کردی، به ما میگی انقلاب کنیم. ببین فارسی نوشتنو، ب و ه رو ببین چجوری نوشته، اینطوری دارن فارسیتون رو خراب میکنن. به ما میگه انقلاب کنی، ببین چه جوری نوشته، کلن تو عشق و حال بودی، عشق و حالتو کردی، به ما میگه انقلاب کنی. آیکون خندم زده، پاسخ اعلیحضرت، به خاطر خودت داداش در اصل به خودت میخندی. اون که نمیفهمه، اون که بسیجیه، رهبرش نمیفهمه، اون که هیچی، بزرگ اسلامشون هم نمیفهمه که چه تو دهنی اعلیحضرت بهش زده. چرا مملکتی که علی شیره‌ای بشه، جناب مهندس بعدیرم لطفاً وقت بفرمایید، مملکتی که علی شیره‌ای بشه رهبرش، جوونش این میشه. اگه ما فرض کنیم این واقعا خودشه، همین جوونه. حالا نگاه کنید بعدی رو، زینب کدخدا،
دخترخاله همسر رئیسی ابرام قاتل، دخترخاله همسر ابرام قاتل به سمت ریاست دانشکده پزشکی منصوب شد. این تیتره، این چسونه است با این قیافش. به شرافت بشری سوگن اگه من دستشویی خونمو بدم این تمیز کنم. حالا ببینید این چی کاره بوده. ایشان یعنی همین زینب کدخدا قبل از این سمت که بهش دادن در محله وکیل‌آباد مشهد مغازه سبزی خردکنی داشته. مغازه سبزی خردکنی داشته. دست درد نکنه جناب مهندس. خب اسم اینو تو هر چی میخوای برو بذار، حقارت ملی، بدبختی تو سری، من نمیدونم چی بهش بگم. حقیقت در گوش شما ملت میگم، خوب گوش کنید. من به عنوان یک ایرانی شرمندم از اینکه ایرانیم، از خودم خجالت. یه موقعی من تو این خیابونا سعی میکردم با هر کی بحث میکنم بحثو یه جوری یه کاری میکردم که بهش بگم من ایرانیم. به شرافت بشری سوگن الان چند سال همچین کاری نمیکنم. همش میگن خدای یهون یهون برعکس دستان. ببخشید عذر میخوام، اجازه دارم بپرسم شما کجایی هستی؟ خدا بعد منم آدم نیستم مثلا بگم من هندی ام، ژاپنی ام، ترک ام، یه چیزی چاخان بخانی بگم. من میگم ایرانی ام، ولی میگم تو دلی بلافاصله میگه آو که عقب میشینه میگه آو آو 54 جانم هرچی گاز میدم نمیره. جناب مهندس لطف محبت بفهمید 15 و 16. بعد بچهای ما با این بدبختی دارن فعالیت میکنن تو ایران. اون وقت زنی که نشسته رو میلیاردها پولی که باباش دزدیده، بابای دزدش و اون پسر دزد کسافتش که همه رو حلقومتون میکشیم بیرون، نشسته به ما میگن آقازاده. من ترجیح میدم میگم رضا پهلوی فلون فلون شده. دم در توالت مسجد شاه ما نمیذاریم تو آفتابه دست بابات، آفتابه دست ملت ایران بده. اکبر دزده، جنازه اون بابا کسافت رو تو قبر میکشیم بیرون. اقزاده خفه بمیر، اسم علازت میاد دهن نجستتون بشورید. آشخالا، حیف آشخال، تن لش با اون قیافت، کسافت دوز، بابا دوز، ننه دوز، خود دوز، شوهر دوز، داشا دوز، زنداشا دوز، نوهاتون دوز، دزدید خاندان علی اکبر هاشمی برهمانی رفسنجانی، دزدید، آدم کشید، پدر دزد بوده، آدم کش بوده، جنایتکار بوده، مثل فک و فامیل خمینی همه تون دزد و جنایتکار و آدم کشید، مثل فک و فامیل خامنه ای، همه شما آخوندها، همه شما کسانی که نشستید بر سر خرابه های دل اون ملت بدبخت به گروگان گرفته شده، همه تون دزد و آدم کش و جنایتکارید، بی ناموس و بی شرف، مرده و زنده تون رو با چک و لگد با قلب و زنجیر میکشین تو توی دادگاه ها، باید پاسخ بدی. بی پدر و مادر، میلیارد دلار پول ملت ایرانو خوردی، بی پدر و مادر، و مترو برام زدی، تو به گور پدر کسافت دزدت خندیدی که پولا رو فرستادی خارج از کشور، حمید پاانداز و میرزا قاسمی و لگن فروش دزد و سایر اراذل اوباش و اینجا 30 سال کردی تو یقه ملت ایران. تو به گور پدرت خندیدی که پولای ملت ایران رو فرستادی تو لندن و اینتر آشغال و کسافت آشغال برای ما درست کردی. تو به گور پدرت خندیدی هزاران سایت در خارج از کشور درست کردی، کسافت بی پدر و مادر، باستارد. جناب مهندس تمنا میکنم از حضورتون، مرده و زنده تون میارم جلو چشاتون. ولی تریش دارم برد شیر سر دیارم، ای بغش آنام خونم کربل نیل سوارم، بنگ نه دال محیط و رستم زال محیط و بی تو شنبارم سیاه افرو مال محیط. ای کره شیر نره لور، ای دلت چی چشمها پر، شال تو زاین رود گیده ها پاکی چواف. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدید دختر مبارز، دیدید با زغال داش می نوش. دیدید این جوونو تو شهر کرد، ما بر میگردونی پادشاهمونو، انقدرم خرطوخر نیست. بچه ها خوب گوش کنید،
نسل منم مرد، شما باید شاهتون رو برگردونید، باید برگردونید شاهنشاهی رو به ایران. این باید بشه دستورالعمل در بین آحاد ملت ایران. ما ملت ایران باید نظام برحق و انسانی شاهنشاهی رو به ایران بازگردونیم، باید بازگردونیم. ما باید راه پهلوی رو بریم، نباید بذاریم پهلویسم فلسفش تو ایران تعطیل بشه، به دستور انگلیس، به دستور امریکا، به دستور چپ جهان، به دستور روسیه، به دستور چین، به دستور تمام جهان. نه، ما به جهان دیکته میکنیم، ما میگیم حرف اول و آخر کی خواهد زد. پای همه چیشم وایسید ملت، به پای جنگ اتمیشم بایستید. بفهمید دارم بهتون چی میگم. ایران داره نابود میشه، ما باید ایران رو باز پس بگیریم و فلات آریایی ایران رو، ایالات متحده آریا رو، باید آریانا رو باید زنده کنیم، باید تاجیکستان، باید تمام سرزمین های اشغال شده ایران باید به مام میهن بازگرده. بفهمید دارم بهتون چی میگم. نظرتون رو بلند کنید. اینا اومدن کاری کردن که شما به یه نخود رضایت بدید. نه، ما باید بشینیم آبگوشت رو بخوریم، نه یه نخود آبگوشت رو، ما کل آبگوشت رو میخواییم. آره، بفهمید دارم بهتون چی میگم. بچه ها نترسید از هیچی. چی میخواد بشه؟ میخواییم بمیریم، بمیریم. ندا مرد، چی شد؟ مرد، منم بمیرم، نترسید. جناب مهندس شماره 17 اون عکس رو لطف کنید، ممنونتون میشم، دستون درد نکنه. دکتر سیامک یزدانی هم لطف و محبت کردن $500. آقای دکتر سیامک یزدانی بی نهایت سپاسگزارم، لطف و محبت کردن $500. سرباز دور از وطنم با جاوید شاه $50. دست درد نکنه سرباز عزیز. تا بریم عکس رو با هم ببینیم، عکس شماره 17 رو. سپاس از هر دوی شما بزرگوارم. نترسید ملت، نترسید بچه ها، جوونا، نوجوونا، نترسید. نگاه کنید، مسعود اسداللهی یک عمر توی ایران چوسی می اومد میگفت مرگ بر امپریالیسم، غرب ستمگر، فلان، رفیق استالین، فلان اینا، مثلا من چپیه، من روشن فکرم. رفت توی چی؟ یک لحظه، دو دقیقه توی یه فیلم رامبو بود، چی بود، تو افغانستان نقش مجاهد رو بازی کرد. انقدر شرف نداشتن در خارج از کشور یه فیلم به نفع ملت ایران بازی کنن. برین بابا، همتون با هم برید، دست درد نکن جناب مهندس. همشون خائن بودن، همشون خائن بودن. هر خائنی میمیره لذت ببرید، عشق کنید. اینا همشون خیانت کردن به کشور ایران، همشون خائن بودن، همشون خیانت کردن. به عنوان هنرپیشه، به عنوان خواننده، به عنوان ورزشکار، به عنوان نویسنده، روزنامه نگار، نقاش، شاعر، هر چی تو بگی، 99%شون به ملت ایران خیانت کردن. از اون همه هنرپیشه 4 تا 5 تاش آدم حسابی کار در اومد، شد بیک مونوردی و شد بوتیمار و شد منوچهر وسوق و فردین و فلان اینا. من راحت بهتون بگم ایرج قادری رفت به غلط کردن نامه، گو خوردن نامه امضا کرد. فیلم بر علی شاهتو اشرف پهلوی بازی کرد. چرا؟ جناب مهندس اسامی رو میگیم، از حضورتون مرخص میشیم. با یک سپاس از جهان، سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی و شما خانم آقایون، لطف موعد کردید. بایستید، نترسید. زندگی ارزش نداره، به خدا ارزش نداره. هر دقیقه معلوم نیست یکی از اینا خر بشه، جنگ جهانی را بیفته. به خدا زندگی ارزش نداره، نترسید بچه ها. این زندگی ارزش نداره. میلیاردر هم بشی با یه تلنگر این ورون ور یه موجی میاد پولت میشه کاغذ توالت، که الان تو آمریکا شده. برای سالگرد درگذشت بانوی برای سالگرد درگذشت بانوی مبارز بارانا پهلوان $500، روانشون شاد. بانو نرگس از نروژ $100، سپاس از شما و سپاس از شما همیهن گرامی که به یاد این بانو هستید. بانو بارانا پهلوان، بانوی مبارز، روانشون شاد. نرگس عزیز ما هم نروژ $100، سپاس از شما. اهورا از اسرائیل $25، سپاس از شما. ناصر غلامی عزیز ما هم $15، سپاس از شما. حمید عزیز ما هم از برلین $30، سپاس از شما. پری بانو $100، سپاس از شما. بیتا از لس آنجلس $105، سپاس از لطف محبتت. آی سیامک یزدانی عزیز ما هم $500، یه جهان سپاس. سرباز دور از وطنم $50،
با یک جهان سپاس از همه شما خانم آقایون، همه شما همیهنان عزیز، لطف و محبت کردین خونه خودتون رو نگه داشتین، دستتون درد نکنه. بانو همیرا رو که نشون دادیم، استاد عزیز، گفتیم یادی هم از بانو همیرا بکنیم، یکی از ترانه های قدیمیشو پخش بکنیم به یاد اون دوران طلایی مسافر غریبه. خیلی قشنگه، اینم تقدیم میکنیم روز آدینه به عاشقان بانو همیرا که میلیونی هم، و برای بانو همیرا هم آرزوی طول عمر و سلامتی داریم. با یک جهان سپاس، شاد و پیروز باشی تا دوشنبه که در خدمت رو خواهیم بود. بچه ها نترسید، نترسید، آدم ترسو روزی هزار بار میمیره، آدمی که نمیترسه یه دفعه میمیره و میمیره. نترسید، بایستید و پهلوی رو به ایران برگردونید. شاد و پیروز باشید، پاینده ایران، جاوید شاه.